به نام خدا، اکبر حیدرپور هستم، دکترای مهندسی مواد در خدمتون هستم با درس شیمی فیزیک مواد، نکته‌ها و تست‌های کنکور ارشد که برای فرادرس تعریف شده. فصل اولی که در خدمتون هستیم خواص و رفتار گازها که در چند قسمت خدمتتون ارائه می‌دهیم. قسمت اول مبحث مربوط به روابط تجربی گازها و مبحث مربوط به گاز ایدئال است. قانون بوی، قانون چارلز گی‌روسای، اصل آواگادرو رو خدمتون توضیح میدم و بعد از اون به معادله گاز ایدئال میرسیم. اما قانون بوی، آقای رابرت بوی در قرن 17 بود، یک آزمایشی انجام داد، رابطه بین فشار و حجم رو برای گازها اندازه‌گیری کرد، یعنی با افزایش فشار تقریبا حجم رو می‌دید که کاهش پیدا می‌کنه و رسید به یک رابطه‌ای که پی وی مساوی با مقدار ثابت. البته ایشون در شرایط مختلفی تست انجام داد، مثل مخلوط آب و یخ، مخلوط آب ولرم، آب جوشان، آب نمک جوشان و الی آخر، و دید این رابطه توی شرایط اکثر شرایطی که داره انجام پذیر و صادق هست. اما از این رابطه انحراف‌هایی هم دیده شد برای گازهای مختلف در شرایط مختلف و اینجا بود که آقای بول یک گاز خیالی به نام گاز ایدئال تعریف کرد، در نظر گرفت که این رابطه پی وی مساوی مقدار ثابت براش صادق هست. اون زمان از حالا اینها رو که رسگران توی شرایط مختلف بیش از 100 سال طول کشید که دما شناخته شد و فرمول‌بندیش مدرج شد. بعد از اون آقای چارلز و گی‌روسای دو دانشمند اومدن رفتار گازها رو در فشار ثابت بررسی کردن، به این صورت که یک پیستون و سیلندر در نظر گرفتن، فشار روی اون ثابت بود، توی دماهای مختلف حجم اندازه‌گیری شد و دیدن که رابطه حجم بر اصل دما به صورت خطی است که هرچی فشار کمتر باشه خب شیب خط تب بیشتر میشه و با برون‌یابی اون خطها دیدن که به یک جایی میرسه، اونجایی بود که دمای مطلق کشف شد و دیدن که توی این شرایط با مقیاس جدید دمای مطلق وی به تی میشه مقدار ثابت، مخصوصا در اون گاز ایدئالی که آیه بوی معرفی کرد. البته این هم انحرافهایی داشت، منتها بر اون گاز ایدئال این رابطه ثابت. رابطه تجربی دیگه که برای گازهای ایدئال و کلان گازها داریم توسط آیه آواگادرو معرفی شد که گفتن در شرایط یکسان از دما و فشار حجم یک مقدار مشخص، مثلا یک مول از گازهای مختلف با هم برابر. یک شرط حالا تعریف شده خیلی معروفی مطرح شد تحت عنوان یک مول گاز فشار یک اتمسفر و دما 273. توی این شرایط حجم همه گازها صرف نظر از اینکه این گاز چی هست 22.14 لیتر است. خب این قوانین تجربی رو که با هم تلفیق بکنیم معادله‌ای به دست میاد به عنوان معادله گاز ایده که پی وی مساوی با ان آر تی. این رابطه درست خیلی ساده است اما توی شیمی فیزیک کاربردهای زیادی داره و برای اثبات خیلی از روابط ترمودینامیکی ما از این رابطه استفاده می‌کنیم. این که حالا چجور از روابط تجربی بول، چارلز گی‌روسای و اصل آواگادرو به این رابطه رسیدیم اینجا مطرح نیست، چون ما بیشتر توی این درس نکته ها رو براتون می‌گیم و خیلی به اثبات ها و چگونه رسیدن به روابط نمی‌پردازیم. خب رسیدن به این رابطه ای که پی وی مساوی با ان آر تی و پی فشار هست، وی حجم هست، تی دما هست، ان تعداد مول و آر. آر ثابت جهانیه که حالا چون اولین بار برای گازها کشف شد به نام ثابت جهانی گازها معروف شده، در حالی که ما توی جامدات توی مواد غیر گاز هم از این آر استفاده میکنیم. مقدار آر بر حسب لیتر اتمسفر بر مول درجه کلوین میشه 82000، بر حسب ژول بر مول درجه کلوین میشه 8.314 و بر حسب کالوری بر مول درجه کلوین میشه 1.987 که توی اکثر تست ها این رو 2 در نظر میگیرن برای راحتی محاسبات. خب این یک رابطه سه متغیر هست، دما، فشار، حجم. ما میتونیم که به قیاس سه بعدی به این صورت رسم بکنیم که یک رویه میشه و حالا مقاطعی از اون میتونه ایزوترم باشه، ایزوترم یا همدما که مقطع عمودی هست که فقط فشار و حجم رو توی دما ثابت بررسی کنه. این حالت منحنی شکل میشه که توی رابطه بویل هم دیدید. یه مقطعی به این صورت میتونیم توی فشار ثابت در نظر بگیریم تحت عنوان ایزوبار یا هم فشار که یه بر حسب تی خطیه، یا یه مقطعی به این صورت در نظر بگیریم در یک حجم ثابت تحت عنوان ایزوکور که فشار با دما رابطه مستقیم داره و خطی هست، که
این برای نشون دادن این رابطه است و این رویه، این سطح به ما تمام حالتهای ممکنی رو میده که داخل اون پی وی مساوی ان آر تی هست. برای گاز مشخص حالا فشارها، حجم و دماهایی که میتونه برای مقدار مشخص گاز وجود داشته باشه. نکته بعدی چگالی گاز ایدئال هست که ما میتونیم از رابطه پی وی مساوی ان آر تی به اون برسیم. ان مول میشه جرم به جرم مولی. حالا این هم چون نکته جدیدی بود من اینجا آوردم، هدف هم اثبات رابطه نبود. مول میشه جرم به جرم مولی گاز. با یک تغییر آرایش میتونیم برسیم به ام به بی، جرم به هج که میشه همون چگالی، میشه پی ام به آر تی. پس ما میتونیم چگالی گاز را هم بر اساس فشار و دما به دست بیاریم که حالا اینجا ام جرم مولی گاز و آر ثابت جهانی گازها به دست میاد. یک مثالی دارم. مثال هایی که ما توی این درس خدمتتون ارائه میدیم عمدتاً و اکثر قریب به اتفاقش از کنکورهای سالهای گذشته است، مخصوصاً دهه 90. حالا خوشبختانه متاسفانه از مبحث گازها تعداد سوالات کم هست، منتها به خاطر اهمیتی که داشت من نکات گازها و حالا تست هایی که مطرح شده رو خدمتتون عرض. این مثالمون از کنکور سراسری 1386 هست که هین گرم کردن 1 گرم کربنات کلسیوم Ca2O3 توی محفظه خلا به حجم 1 لیتر گرمش میکنیم، تجزیه میشه، دما 1170 کلوینه. فشار داخل محفظه میخوایم ببینیم تو دمای 1200 که از این دمای 1170 بیشتره چقدر میشه. جرم مولی کربن کلسیوم با هم به ما داده سنگ. رابطه تجزیه کربنات کلسیم به این صورته. یک واکنش خیلی معروف هست تحت عنوان تکلیس. Ca2O3 تجزیه میشه Ca2O و Ca2O. نکته ای که هست اول مقدار مولش رو به دست میاریم. جرم به جرم مولی. 1 گرم تقسیم بر 100 گرم جرم مولی Ca2O3 میشه 1/100 مول. این واکنش موازنه شده هست. یعنی 1 مول Ca2O3 میدهن 1 مول Ca2O. Ca2O هم که جامد. پس هر میزان Ca2O3 داریم و تجزیه بشه، کاملا تجزیه بشه، همون مقدار مول Ca2O تولید میشه. از رابطه گاز ایدئال استفاده میکنیم. پی وی مساوی ان آر تی. پی مجهول ماست، وی حجم ظرف 1 لیتر، مقدار مول 1/100 تجزیه میشه، به همون میزان مول Ca2O داریم. آر ثابت جهانی 82000 لیتر اتمسفر شین واحد بر حسب لیتر اتمسفر هست، اینجا هم از همون واحد مشابه است استفاده میکنیم. و دمای 1200 کلوین هست. دقت کنید اگر کلوین نیست حتما به کلوین تبدیل. و در نتیجه مقدار فشار میشه 984000 که گزینه دارد. سوال دیگه و مثال دیگه که در رابطه با گازها و مخصوصا گاز ایدئال داریم به این صورت هست که در کنکور سراسری سال 90 مطرح شده. نمودار حجم بر حسب دما رو برای علم گاز ایدئال در فشار ثابت که گفته به صورت خط H هست. گفته اگر فشار رو نصف کنیم نمودار حجم بر حسب دما کدوم خط میشه؟ A, B, C کدومش میشه؟ و شیب خطوط A, B, C, H رو هم داده. A, 2/10 H, 3/10 B, 4/10 و C, 6/10 هست. که این شیب خط در واقع بر اساس رابطه گاز ایدئال که داریم P مساوی ان آر تی، V بر حسب T شیب میشه N, R و P. N و R ثابت، P متغیره چون فشار رو نصف. فشار که نصف بشه خب قاعدتا شیب 2 برابر میشه. یعنی نمودار C که شیبش 6/10 هست. شیب خط H 3/10. وقتی فشار رو نصف بریم در واقع شیبمون 2 برابر میشه، میشه 6/10 که مربوط به خط C هست و گزینه G درست. خب در ادامه مباحث گازها میرسیم به مباحث مخلوط گازها که قوانین دالتون، آماگا، کسر مولی و قانون گراهام را خدمتتون توضیح میدم. اما قانون دالتون، قانون دالتون در یک مخلوط گازی عنوان میشه که فشار کل میشه مجموع فشارهای جزئی. حالا فشار جزئی چیه؟ میگه در شرایط یکسان از دما، یعنی دما ثابت باشه توی مخلوط گازی، اون گازمون حجم ماده بکنه حجم کل داشت. حالا فشارش چقدر میشه؟ فشارش هر چقدر شد میشه فشار جزئی جزئی 2-3 و الی. همین قانون رو برای حجم‌های جزئی داره تحت عنوان قانون آماگاز. میگه حجم کل میشه مجموع حجم‌های جزئی. حجم جزئی چیه؟ مجدد در شرایط یکسان از دما
اون حجمی که فشار معادل با فشار کل ایجاد بکنه چه حجم جزء. مطلب بعدی که خیلی مهم هست کسر مولی. کسر مولی تعریف خیلی ساده داره اما کاربردهای خیلی زیادی داره، هم توی مباحث گاز هم هم غیر گاز ها هم توی محلول‌ها. میشه مول اون جزءمون به مول کل. یه ظرف در نظر میگه چند تا گاز داره میشه، دو تا، سه تا، چند تا. مول اون گاز به مول کل میشه کسر مولی یا مول جزئی، حالا عناوین مختلفی براش به کار. برای گازها حجم جزئی وی آی میشه ایکس آی در وی دو، و برای پی پی آی پی جزء آی میشه ایکس آی در وی دو، که ما از این مطالب در جای خودش استفاده خواهیم کرد. قانون بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم قانون گراهام است. قانون گراهام یا قانون نفوذ مولکولی عنوان میکنه که اگر توی ظرف که شامل چند تا گاز مختلف هست ما یک منفذ سوراخ کوچکی ایجاد بشه، گازها خوب خارج میشه. این سرعت خروج گازها به دو تا عامل بستگی داره، یکی به فشار جزئی اون جزء و دیگری به جرم مولیش. حالا هر چه جرم مولی سبک‌تر باشه زودتر خارج میشه. بررسی ها نشون داد که سرعت خروج گاز با یک روی رادیکال آی ارتباط داره. اینها رو که با هم ادغام کنیم رابطه به دست میاد. آر آی نفوذ مولکولی میشه کا ثابت که به دما و مشخصات منفذ بستگی داره، پی آی تقسیم بر رادیکال ام آی. اما گازها همیشه از رابطه گاز ایدئال تغییر میکنن. گازهای واقعی از حالت ایدئال انحراف دارن که ما تحت عنوان گاز حقیقی و گاز غیر ایدئال میشناسیمش. خب برای توصیف رفتار این گاز واقعی فاکتور تراکم پذیری مطرح میشه، معادلات وریال و واندرمارس رو داریم که در رابطه باش صحبت میکنیم، در رابطه با تراکم گازها و نقطه بحرانی توضیحاتی میدیم و بر اساس نقطه بحرانی مختصات کاسته تعریف میشه که در رابطه با اون هم توضیح میدیم و در نهایت فیوگاسته یا فشار معادل هم معرفی میشه. اما فاکتور تراکم پذیری به این صورت تعریف میشه، میشه حجم تقسیم بر حجم ایدئال، که حجم ایدئال آر تی به پی هست. دور در دور، نزدیک در نزدیک که بکنیم میشه پی وی به آر تی. پی وی به آر تی بر گاز ایدئال یه خط صاف یه مقدار ثابت گاز ایدئال. اما برای گازهای دیگه، گازهای واقعی مثل گاز هیدروژن، گاز متان، گازهای دیگه میبینید که از حالت ایدئال انحراف. این حالا خط باشه یا منحنی باشه ما میتونیم با یک رابطه ریاضی اون رو برازش بدیم. حالا این رابطه میتونه هم بر حسب فشار باشه هم حجم باشه، که بر اساس فشار که برازش میدیم یک چند جمله ای حالا درجه یک، دو، سه الی آخر تحت عنوان سری فشار بیریال شناخته میشه، که این بی پی سی پی مقادیر ثابت است. اگر زد بر حسب بی رست بشه سری حجم بیریال رو داریم که به این صورت تعریف میشه. اینجا بی بی سی بی الاخر هم ضرایب ثابت هست که به صورت تجربی تعیین میشه. معادله دیگه که برای توصیف گاز واقعی مطرح شد توسط آقای واندروالز به این صورت که آقای واندروالز رابطه گاز ایدئال پی وی مساوی ان آر تی رو برداشت و یک اصلاحات رو انجام داد. فشارمون نسبت به فشار گاز ایدئال بیشتره به خاطر اون تأثیر متقابلی که ذرات یا اتم‌های گاز بر هم دارن و با عبارت آن دو به روی بی دو نشون داد، و حجم هم از حجم ایدئال کمتره چون خود ذرات گاز یک حجمی اشغال. و این معادله تونست تا حد خیلی مطلوبی رفتار گاز واقعی رو توصیف بکنه. و نکته مهم اینه که A و B مستقل از دما هستند و برای یک گاز مقدار ثابتی هست. نحوه نوشتن معادله واندرواس به شکل دیگه به این صورته که B اومده تو مخرج NRT و N2 به V2 هم اومده این طرف. در این رابطه مثالی داریم از کنکور ارشد سال 88 که گفته توی مخلوط گازی که از معادله واندرواس تبعیت میکنه دمای گاز دو برابر شد تو شرط حذف ثابت. فشار چگونه تغییر؟ نکته اینجاست که اگر گاز ایدئال بود فشارمون دو برابر میشد در اثر افزایش دو برابری دما. اما اینجا حالا یا فشار دو برابر کمتر یا بیشتر. گزینه جیم که میگه پی دو و پی یک در حجم ثابت تابع دما نیست کاملا اشتباهه. دقت داشته باشید ما اینجا یک عبارتی داریم که حالا ازش کم شده. آن دو روی بی دو حجم ثابت هست. اینجا هم بی منهای ان بی هست. اگر حساب بکنید پی دو به پی یک تو شرایط حجم ثابت یه مقدار ساده بکنید، پی دو از
دو پی یک بیشتره، یعنی از دو برابر فشار اولیه یه مقداری بیشتر میشه. در رابطه با تراکم گازها، ما یک گازی را داخل یک بیست‌سیلند می‌ذاریم که متحرک فشردهش می‌کنه. طبق رابطه گاز ایدئال، وقتی گاز را متحرک می‌کنیم حجمش کم میشه، فشار زیاد میشه. اما برای گازهای واقعی، وقتی دما از این حد کمتر باشه، گاز میعان پیدا می‌کنه، یعنی توی یک حجمی شروع به میعان میکنه، فشار ثابت میمونه تا میعان کامل بشه و بعد از اون مایع هست که حجم رو که کم میکنیم فشارش زیاد میشه، یا فشار رو زیاد میکنیم حجمش یک مقدار کمی کم میشه. خب تو دمای مختلف این اتفاق میفته. یه دمایی وجود داره که از اون دما به بعد میعان اتفاق نمیفته، یعنی امکان مایع شدن گاز وجود نداره، تحت عنوان نقطه بحرانی میشناسیمش که من توی این اسلاید خدمتتون آوردم. خب نقطه بحرانی دو تا مشخصه داره: مشتق اول فشار بر حسب حجم و مشتق دومش صفر. اگر این مشتق گیریه به انجام بدیم مساوی صفر قرار ساده بکنیم و از معادله گاز واندروارس استفاده کنیم، نقطه بحرانی به دست میاد. پی اس سی میشه آر روی 27 بی 2، وی اس سی حجم بحرانی میشه 3 بی، و تی اس سی دمای بحرانی 8 آر روی 27 بی آر، که این نقاط بحرانی برای هر گازی مختص به خودشه. و نکته جالبتر این که میزان انحراف در نقطه بحرانی، اگر حساب بکنیم پی وی به آر تی رو توی نقطه بحرانی، میشه 3.8، یعنی برای همه گازها توی نقطه بحرانی میزان انحراف یکسان، که این فاکتور تراکم پذیری میزان انحراف رو به ما نشون میده. گفتیم نقطه بحرانی یک نقطه‌ای که مختص هر گاز، ما میتونیم فشار در ما حجم را نسبت به نقطه بحرانی بسنجیم، و وقتی این کار کردیم و اون مختصات میان مختصات کاسته یا مختصات نسبی. پی آر میشه فشارمون به فشار بحرانی، تیمون میشه دمایی که داریم به دمای بحرانی، و حجممون هم به همینه. اگر این پارامتر رو جایگذاری کنیم، ساده کنیم، به یه معادله میرسیم که دیگه ضرایب ثابت ای بی سی دی نداره و برای همه گازها یکسان. پی آر میشه 8 تی سی به سی بی آر منهای 1 منهای 3 روی بی آر به توان 2. و این نکته ای هست که در رابطه با مختصات نسبی کاسته وجود داره و این معادله برای همه گازها یکسان. و اما نکته آخر که خدمتون در قسمت گاز عرض میکنم، فیوگاسته یا فشار معادله. تو خیلی از محاسبات ما، مثلا محاسبات ترمودینامیکی، محاسبه تغییر انرژی آزاد که انشاءالله توی فصل‌های آینده خدمتتون توضیح خواهم داد، ما برای گاز واقعی میتونیم از گاز واندروارس یا ویریال استفاده کنیم، منتها خب اون ملاحظات و محدودیت خودش رو داره. مفهومی تعریف میشه تحت عنوان فشار معادل یا فیوگاسته یا فوگاسته، به این صورت که ما به جای فشار فیوگاسته می‌ذاریم و محاسبات ترمودینامیکی رو انجام می‌دیم. فیوگاسته به این صورت تعریف میشه: ln f به p میشه انتگرال از 0 تا p z منهای 1 پیوم b p، که z همون سری ویریال فشار هست. برای گاز داشته باشیم میتونیم یه دونه ازش کم کنیم، به p تقسیم کنیم، این انتگرال بگیریم و f رو از اون پیدا کنیم و دیگه از اون به بعد میتونیم فیوگاسته رو که روابط ترمودینامیکی ازش استفاده بود. در قسمت اول مفاهیم ترمودینامیکی خدمتتون عرض میکنم و بعد میرسیم به قانون اول و محاسبات مربوط. توی مفاهیم ترمودینامیکی، مفاهیمی مانند سیستم، محیط، درجه حرارت، کار، حالت، تحول و در نهایت تحولات مهم ترمودینامیکی خدمتتون توضیح. سیستم منظور اون مجموعه ای است که از نظر ترمودینامیکی مورد بررسی قرار میگیره. این سیستم میتونه یک سیلندر گاز باشه، میتونه یک بوته‌ای باشه که داخلش مذاب داریم و الی. سیستم تقسیم بندی مختلف داره. یک تقسیم بندی این هست که از نظر تبادل جرم و تبادل انرژی ما اون رو دسته‌بندی کنیم. سیستمی که داریم میتونه ایزوله باشه، یعنی نه تبادل جرم داریم نه تبادل انرژی. سیستم میتونه باز باشه که تبادل جرم داره اما و همینطور تبادل انرژی. این سیستم رو بهش میگن باز. و سیستم بسته داریم که تبادل جرم نداره اما تبادل انرژی میتونه داشته باشه. از منظر دیگه سیستم تقسیم بندی میتونه بشه به سیستم همگن و سیستم ناهمگن. سیستم همگن منظور سیستمی هست که تمامی اجزای اون در یک فاز هستن، مثل یک واکنش شیمیایی گازی که همه اجزا در حالت گاز هستن. اما محیط آن چیزی که
جزء سیستم نباشه. پس ما یه سیستم داریم و اون چیزی که جزء سیستم نیست بهش میگیم محیط. مجموعه سیستم و محیط بهش میگن جهان. توی این جهان ما یه جهان سیستم داریم یه مقدار محدودتر، یعنی سیستم و محیط پیرامونش که با سیستم در تأثیر متقابل هست. از نظر تئوری داخل محیط ما میتونیم دو منبع در نظر بگیریم. یکی منبع حرارتی هست که کلیه تبادل انرژی حرارتی سیستم با محیط از طریق این منبع انجام میشه و در اثر این تبادل حرارت یا گرما دمای منبع ثابت میشه. منبع دیگه که تو محیط تعریف میشه منبع مکانیکی هست که هر گونه کار مکانیکی سیستم با محیط از طریق این منبع انجام میگیره و در اثر این تبادل کار مکانیکی توان منبع ثابت. تعریف دیگه که داریم درجه حرارت. درجه حرارت یک معیار هست، یک مقیاس هست که به ما نشون میده چقدر از تعادل دوره. با مقدار حرارت متفاوت. مقدار حرارت انرژی هست که بر حسب ژول مطرح میشه و کالوری در واحدهای مشابه. به خاطر اهمیتی که درجه حرارت و تعادل حرارتی داشت، قانون سوم ترمودینامیک مطرح شد. البته بعد از اینکه قانون اول، دوم، سوم مطرح شد، فرمول بندی شد، بحث شد، دیدند که تعادل حرارتی زیربنای همه این قوانین است. تحت عنوان قانون سوم مطرح شد که چند تا بیان داره و اصل بیانش مفهومش برابری دما یعنی تعادل حرارتی، یا عکسش هم درسته. اگر دو ماده دو جسم در تعادل حرارتی باشن دماشون یکسان، یا دماشون یکسان باشه میتونیم نتیجه بگیریم در تعادل حرارتی هستیم. همینطور یک بیان دیگه معروف هست میگه اگر جسم A با جسم B در تعادل حرارتی باشه و جسم B با جسم C در تعادل حرارتی باشه، آنگاه جسم A با جسم C در تعادل حرارتی است. این درجه حرارت که در رابطه باهاش صحبت میکنیم بر اساس یک سری خواص ترمومتری اندازه‌گیری میشه. این خواص ترمومتری چی هست؟ اولا خواصی هست که با تغییر دما تغییر میکنه و قابل اندازه‌گیری هست. الان ما دماسنج‌هایی داریم از دماسنج جیبی گرفته تا دماسنج‌های خیلی دقیقی که بر اساس نور لیزر کار میکنن، پیرومتر هستن و بر اساس برانگیختگی الکترون‌ها کار میکنن. خب تعریف دیگه که از مفاهیم ترمودینامیک داریم کار هست. کار نتیجه عمل علیه یک نیروی مقابل کننده هست. توی فیزیک تعریف خیلی ساده‌ای داد، نیروز در جابجایی. خب شما یک پیستون و سیلندر رو در نظر بگیرید، داخلش گاز، در اثر حال انبساط گاز این پیستون داخل سیلندر جابجا میشه. خب من به جای F نیرو میتونم بزنم PA. ADZ همون تغییر حجم چون سطح مقدارمون ثابته. پس DW میشه PDV. به این کار میگیم کار انبساطی. حالا کار مکانیکی یا کار انبساطی. یه قراردادی داریم. هویت چیزی که توی ترمودینامیک بررسی میشه سیستم، یعنی گفتم اون چیزی که بررسی میشه ما بهش میگیم سیستم. حالا سیستم اگر کار انجام داد مستقل، در واقع سه حالت دیگه میتونیم در نظر بگیریم که مجموعاً چهار حالت میشه، منتها برای اینکه باعث سردرگمی نشه یه قرارداد ساده رو با هم تنظیم میکنیم و روی همین صحبت میکنیم. کار سیستم مستقل، وقتی سیستم کار انجام میده مثبت. حالا حالت دیگه هم هست، سیستم رو محیط، محیط رو سیستم، الی آخر. حالا علامت رو با همین میسنجیم. این مثال از کنکور سراسری ارشد سال 94 است. یه مقدار گاز داریم، فشار اولیه‌اش 100 مصدره، روی مسیر معادلش رو داده پی مساوی 5.2. انبساط پیدا کرده، حجمش تو 2 لیتر زیاد شد. میخوایم ببینیم چقدر کار انجام شد. از همون فرمول اسلاید قبل میخوایم استفاده کنیم. کار میشه پی دی بی. کار میشه انتگرال پی دی بی از بی 1 تا بی 2. حجم اولیه چقدره؟ وقتی فشار اولیه 100 مسکر باشه حجم اولیه میشه 1، 5 منهای 2 1 میشه 3 مسکر و حجم ثانویه هم که 2 لیتر. پس از 1 لیتر تا 2 لیتر 5 منهای 2 بی دیه. یه انتگرال خیلی ساده است که انتگرالی که بگیریم عدد گذاری بکنیم میشه جوابمون 2. 2 لیتر اتمسفر که لیتر اتمسفر هم واحد کار میتونه باشه. اما تعریف بعدی که داریم حالت هست. حالت وقتی که یک مشخصات سیستم برامون معلوم باشه میگیم حالت سیستم مشخص. این مشخصات چیه؟ بهش میگیم پارامترهای حالت. مثل چی؟ فشار، دما، حجم. این پارامترها دو حالت دارن. تقسیم بندی که شده میتونه اکستنسیو باشه، میتونه اینتنسیو. میتونه کمی باشه، میتونه کیفی.
حالا ترجمه های دیگه هست، میتونه فراگیر باشه، میتونه متمرکز باشه، میتونه مقداری باشه، میتونه غیر. اینها یعنی چی؟ پارامترهایی که کمی هستن، فراگیر یا مقداری یا اکستنسیو، یعنی به کوچیک و بزرگ بودن اون سیستم بستگی داره. اما پارامتری که اینتنسیو، کیفیه، دیگه به کوچیک و بزرگ بودن سیستم بستگی نداره. مثال خیلی معروفی که زده میشه، یک لیوان آب که از استخر برمی‌داریم، مول آب توی لیوان با مول آب توی استخر یکسان نیست. مول کمیتی کمیه. اما دما، این دمای آبی که لیوان آبی که من از استخر برداشتم، این بستگی به سایزش نداره. این دو تا دما یکسان. به دما میگیم پارامتری کیفی یا متمرکز یا غیره. بین این پارامترها، پارامترهای حالت، ارتباط برقراره که به اون ارتباط میگیم معادله حالت. ساده ترینش هم همون معادله گاز ایدئال هست که پی وی مساوی ان آر تی در مباحث گازها مطرح میشه. و مهمترین حالت ترمودینامیک حالت تعادل است. حالت تعادل تعاریف مختلفی داره. وقتیه که تغییر در مشخصات سیستم یه رخ نده، مثلا یه فشار تغییر نده، مثلا دما تغییر نده. حالا این تعادل میتونه مکانیکی باشه، حرارتی باشه، شیمیایی باشه، الی آخر که هر کدوم رو جای خودش بحث خواهیم کرد. منتها از نظر ترمودینامیکی حالت تعادل حالت مهمیه. چرا؟ نکتهش رو همینجا میگم. چون حد تحولات، یعنی تحولات انقدر انجام میشن تا به حالت تعادل برسن. یه جورایی بگیم نقطه پایان تحول است حالت تعادل. تحول یعنی چه؟ تحول یعنی از یک حالت مشخص به حالت مشخص دیگه. دو تا مشخصه داره تحول. یکی نقطه اول و آخرش، یکی مسیر انجام تحول. این مسیر میتونه، حالا مسیرهای معروف داره، توی اسلاید بعدی خدمتتون معرفی میکنم. مسیر میتونه برگشت پذیر باشه یا رورسیو یا برگشت ناپذیر باشه، غیر رورسیو. این لغت ها معادله انگلیسی رو هم آوردم که چون توی تست ها توی سوالات زیاد مطرح میشه. تحولی برگشت پذیر یا بازگشت پذیر هست که با کوچکترین تغییر ما بتونیم جهت تحول رو عکس کنیم. تو تحولاتی که میگه یک دفعه ناگهان اشاره میکنه، این برگشت ناپذیر، وقتی ناگهان اتفاق بیفته دیگه در ضمن تحول نمیتونیم اون رو برگشت بدیم. اینم نکته ای بود که توی سوالات خیلی به کار میخوام. تحولات مهم ترمودینامیکی به خدمتتون معرفی کنم. بعضی از تحولات مهم هست، مثل مسیر همدما که بهش میگن ایزوتر. در طی مسیر تحول دما ثابت. من یک نمودار پی بی اینجا براتون رسم کردم، چند تا تحول رسم. نقطه آب استی تحول همدما است. برای فرض کنید یک گاز، مثلا گاز ایدئال در نظر بگیرید، حالت تموگرافیک یا حالت خمیدی، این مسیر تحول دما ثابت. مسیر بعدی مسیر همحجم یا ایزوکور هست که در طی تحول حجم ثابت، مثل تحول بیوستیل. مسیر همفشار یه ایزوبار را داریم که توی مسیر تحول فشار ثابت، مثل مسیر ایبی. مسیر میتونه بیدرو یا آدیاماتیک باشه، یعنی در طی مسیر تحولمون تبادل گرما نگیریم. یکی از مسیرهای مهمه ترمودینامیکی که مثل همدما حالت خمیده داره، یا خمیدگیش یه موقع با همدما فرق میکنه که جلوتر در رابطه با اون صحبت کنیم. مسیر سیکلی یا چرخی، مسیری که اول و آخرش یکی، یعنی میره چند تا تحول پشت سر هم انجام میده و به نقطه اول میرسه. این سیکلی که من کشیدم ABC یک مسیر چرخی یا سیکلی هست که مشاهده میکنه. خب توی مسیر سیکلی یا چرخی اگر حرکت ساعتگر بود کارش مثبت. و نکته دیگه داشتیم کار میشه انتگرال پی دی. مفهوم ریاضی انتگرال یعنی مساحت زیر منحنی. توی چرخه چی؟ توی سیکل و چرخه کار میشه مساحت داخل اون چرخه. قانون اول ترمودینامیک. در رابطه با قانون اول ترمودینامیک ما در رابطه با انرژی داخلی، گرما و کار صحبت خواهیم کرد. اما قانون اول ترمودینامیک به این صورت تعریف میشه که ما به یک سیستمی گرما میدیم که کار انجام. سابقه تاریخی قوانین ترمودینامیک برمیگرده به زمانی که می‌خواستن ماشین حرارتی بسازن، یعنی حرارت رو به حرکت در. و شکل ساده‌اش رو اینجا خدمتتون آوردم که به یک سیستم ما گرما می‌دیم و به ما کار. بررسی‌ها نشون داد که کلاً تغییر انرژی در جهان سیستم ثابت. انرژی از بین نمی‌ره، به وجود میاد.
بلکه از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. این عبارت کلی رو که بهش قانون بقای انرژی میگیم به صورت یک فرمول در آوردم توی این سیستمی که هست. اختلاف گرما و کار میشه تغییر انرژی داخل. پس ما از قانون بقای انرژی و اینکه تغییر انرژی در جهان سیستم صفر رسیدیم به این قانون که تغییر انرژی داخلی میشه اختلاف گرما و کاری که انجام میشه. در رابطه با هر کدوم از این آیتم ها توی ادامه صحبت خواهیم کرد. اما انرژی داخلی فرمول کلیش این هست: دلتا یو میشه کیو من هایدن. صورت ریاضیش یعنی دیفرانسیلش میشه دی یو مساوی است با دلتا کیو من هایدن. یو تابع حالت سیستم، یه کمیت مقداریه. بخاطر همین با دی نشونش میده. و این صورت ریاضی که به صورت دیفرانسیل نوشته شده برای سیستم بسته. کیو و دبلیو تابع مسیر، یعنی تو مسیرهای مختلف برام. به خاطر همین برای اینکه حالا نمادگذاری جوری باشه این تفاوت رو نشون بده، کیو و دبلیو با دلتا نشون داده. یو تابع حالت با دی دیفرانسیل نشون داده. در رابطه با گرما و کار می‌خوایم صحبت کنیم. اول گرما، آیتم اول توی بحث قانون اول کیو منه دلیل کیو. کیو مقدار گرما هست. فرمول کلی گرما میشه انتگرال سی دی تی از تی یک تا تی دو. سی ظرفیت حرارتی هست، یعنی مقدار گرمایی که ماده میگیره دماش بالا میره. گفتیم گرما تابع مسیره، یعنی تو مسیر مختلف برم. دو تا مسیر مهم داریم، مسیری که حجم ثابته، مسیری که فشار ثابته. توی مسیری که حجم ثابته سیبی میشه روند یو و روند تی در دیست، یعنی تغییرات انرژی داخلی بر حسب تغییر دما در حجم ثابت میشه ظرف در. برای فشار ثابت پارامتر به نام اچ تعریف میشه، تابع اچ یا تابع آنتالپی میشه یو به اضافه پی، که توی ادامه با این خیلی سر و کار داره مثلا تو مباحث دیگه میشه. سی پی میشه مشتق اچ به مشتق تی در فشار ثابت. قرار این نکته بگیم و حالا خیلی وارد اثبات نه. اما ظرفیت حرارتی مستی نشون میدن سی بزرگ جول بر کلوین، سی کوچیک ظرفیت حرارتی ویژه جول بر مول یا بر کیلوگرم یا بر گرم درجه کلوین، یعنی به ازای یک مقدار مشخص ماده است. در رابطه با گاز ایدئال قبلا توی فصل گازها گفته شد که سی وی برای گاز ایدئال تک اتمی 1.5 آره و برای سی پی این مقدار 2.5 آر هست که توی محاسبات گرما از اینها استفاده خواهیم کرد. یک سوال داریم در رابطه با همین تعریف ظرفیت حرارتی، مال کنکور سراسری دکترای 98 هست. سوال به ظاهر ساده است اما خیلی مفهوم و پایه است. گفته کدوم رابطه برای گاز ایدئال درست؟ ببین نگاه میکنیم سی وی. سی وی میشه روند یو و روند تی در پی ثابت. نه، سی وی ظرفیت حرارتی در حجم ثابت. پس این هندس پی اینجا اشتباه. سی وی میشه روند یو و روند تی در پی ثابت. من تیک درست رو زودتر فعال کردم چون خیلی واضح خیلی ساده. سی وی روند یو به روند پی نیست، روند یو به روند تی هست، یعنی تغییرات انرژی داخلی بر اساس تغییر دما هست نمیشه. و گزینه دوال که هر دو رابطه الف هست که خب این گزینه هم درست نیست. آیتم بعدی که در قانون اول ترمودینامیک داریم کار هست. در مفاهیم ترمودینامیک کار رو اشاره کردیم، منتها اینجا یه موقع بیشتر دید. کار میشه انتگرال پی دی از وی یک تا وی دو کار انبساطی هست. کاری که توی قانون اول نوشته شده شامل کل کاری که سیستم انجام یا روی سیستم انجام میشه هست. کار دو قسمته، یا کار انبساطیه که از همین فرمول پی دی وی به دست میاد، میتونه کار غیر انبساطی باشه مثل کار سطحی، کار الکتریکی، کار مغناطیسی و هر نوع کاری که انجام بشه با هم جمع میشه و در رابطه ریاضی قانون اول مورد استفاده قرار خواهد. در این قسمت کار در تحول دما ثابت رو برای گاز ایدئال مورد بحث قرار داد و همینطور مقدار گرما و دلتا یو و دلتا. خب یک پیستون سیلندر رو در نظر بگیرید، گاز منبسط میشه، دما ثابته، نمودار پی بر حسب وی هم به صورت همون تابع هموگرافیکی هست که از رابطه قانون گاز ایدئال به دست میاد، پی مساوی ان آر تی وی که ان آر و تی ثابت. قانون اول رو داریم، دلتا یو میشه کیو من های در. یه آزمایش آقای جول انجام داد و نشون داد که در تحول همدمای گاز ایدئال دلتا یو سه. یعنی چی؟ یعنی یو فقط تابع دماست، برای گاز
دلتا یو صفر، دلتا یو چم تعریف نشیم، دلتا یو به اضافه دلتا پی بی، چون پی دو وی دو با پی یک بی یک مساوی، پس دلتا یو چم صفر. پس در تحول همدمای گاز ایدئال دلتا یو و دلتا یو صفر. پس طبق فرمول قانون اول کیو با دبلیو مساوی میشه. برای محاسبه دبلیو انتگرال از بی یک تا بی دو پی بی، مقدار پی رو داریم ان آر تی بی اون بی بی. جای گذاری که انتگرال میشه ان آر تی ثابت از انتگرال میاد بیرون، دی بی بی اون انتگرالش میشه ال ان بی، میشه ال ان بی دو به بی. پس این هم میشه فرمول کار و گرما در تحول همدمای گاز ایده. مثالی داریم در این زمینه از کنکور سراسری ارشد سال 98. یک مول گاز ایدئال یا کامل در دمای 27 درجه سانتیگراد و فشار 100 اتمسفر به صورت رورسیبل یا برگشت پذیر که صحبتش شد و همدما به فشار 10 اتمسفر تغییر فشار است. گفتیم که در تحول همدما دلتا اچ صفر. دنبال محاسبش نمیدیم، صفر. پس گزینه الف به جی میتونه درست باشه، گزینه ایدال نه. برای کار فرمول داشتیم برای تحول همدمای گاز ایدال که رورسیبل هم باشه، میشه ان آر تی ال ان وی دو به وی یک. ان یک آر 1.98 کالری که تو اکثر تست ها میگن تقریبا 2 در نظر بگیرید، در 300 در ال ان ده که اگر ضرب کنیم میشه 1380 و گزینه جی درست است. ال ان ده حدودا 2.3 که حالا بعضا ال ان ها رو تقریبی میدن، مثلا ال ان 2 ال ان 3 ال ان ده، اینهایی که حالا معروف تره برای حل تست ها میدن که در کنکورهای ارشد و دکترا اجازه استفاده از ماشین حساب نیست. اما بیایم کار در تحول دما ثابت برای گاز واندروالس میشه. گاز واندروالس رابطش به این صورته که پی به اضافه آ ان دو روی بی دو بی در بی من انتری میشه. تمام این روابط اثبات دارم و من مجددا تاکید میکنم چون قرار نکته بگی من خیلی وارد بحث اثباتی نمیشم. دلتا یو میشه منفی آ ان دو یک روی بی دو من یک روی بی یک. کار میشه همون فرمول انتگرال، انتگرال پی دی وی پی رو بر اصل وی نیست انتگرال میگیریم، جوابش اینه، میشه ان آر تی ال ان وی دو من ان بی به وی یک من ان بی به اضافه آ ان دو یک روی وی دو من یک روی وی یک. و کیو هم که میشه اختلاف اینها، میشه ان آر تی ال ان وی دو من های ان بی تقسیم بر وی یک من های ان. همین سال گذشته سال 1401 مثالی که داریم مربوط به کنکور سراسری یا سال 1401 هست که مقدار کار در تحول همدمای گاز واندروالس هست. حجم اولیه 10 لیتر، حجم نهایی 100. رابطه گاز ایدئال رو داده، A و B رو داده و آن رو هم به 1/10 لیتر اتمسفر در نظر بگیرید. LN هم 2/3. یعنی تمام چیزهایی که برای محاسبه نیاز بوده رو خود سوال داده. خب W همین الان براتون گفته میشه NRT LN V2 منهای NB تقسیم بر 1 منهای NB به اضافه AN2 در یک روی بی دو منهای یک روی بی. خب عدد گذاری میکنیم. برای حل این ببینید 100 منهای یک دهم میشه 99 دهم. یا 10 منهای یک دهم میشه 99 دهم. این را همون 100 دهم یعنی ln 10 در نظر بگیرید. تقریبی حساب. پس میشه 1 ضرب در 1 دهم ضرب در 300 ln 10. ln 10 هم گفته 2. و به همین ترتیب عدد گذاری میکنیم. جواب میشه 68.82 لیتر اتمسفر. همه واحدها بر اساس لیتر اتمسفر گذاشته. مثال بعد از کنکور سراسری ارشد 1400 هست. گفته 5 مول گاز حقیقی. یه گاز داریم، گاز حقیقی دیگه ایدئال نیست. دمای ثابت 600 کلوین به صورت برگشت پذیر محاسبه شد و حجم 4 برابر. مقدار کار و گرما رو خواسته. زد رو داده 8 دهم. توی مباحث گازها اشاره کردیم که زد فاکتور تراکم پذیر نشون دهنده میزان انحراف هست. 8 دهم هست. زد تعریفش هست پی وی به آر تی. که هست 8 دهم، پس پی میشه 8 دهم آر تی به. من از این استفاده میکنم و کار رو حساب میکنم. کار میشه انتگرال پی دی اف. به جای پی این عبارت بالا رو گذاشتیم، انتگرال دی اف. الان فقط باید عدد گذاری کنیم. دما 600 آر بر حسب آر داده شده، یعنی نیازی نیست آر رو جای گذار کنیم و ال ان وی 2 به وی 1. وی 2 به وی 1 حجمش 4 برابرش میشه ال ان 4. تو اکثر همه گزینه ها الان چهار بود. مجدد کیو با دبلی مساوی هست. گزینه الف یا ب. 8 دهم ضرب در 600 میشه 480. گزینه یک درست نیست. چرا؟
چون 5 مول در تعداد مول هم باید ضرب بشه، در 5 ضرب بشه میشه 2400 RLN 4. به این نکات هم توجه داشته باشید وقتی این رو حساب میکنیم، به ازای 1 مول. حالا چون 5 مول در 5 هم ضرب. مثال بعدی مجددا از کنکور سراسری ارشد 1400 هست که 1 مول از یک سیال تراکم پذیر در دمای 300 کلوین داریم. رابطه بین فشار و حجم رو داده، گفته فرایند همدما برگشت پذیر، فشار از 0 تا 100 اتمسفر افزایش پیدا کرد. میخوام ببینیم کار چقدر است در حس لیتر پوسته. خب وی رو که داریم دی وی میشه منفی 2000 دی پی پی اون چون الکتری داره. چرا من دی وی حساب کردم؟ چون که یه فرمول کار از انتگرال پی دی وی.